ما در انجیل یوحنا باب 2 می‌بینیم که اولین معجزه که عیسی مسیح کرد چه کار کرد؟ آب رو تبدیل کرد به شراب. و کلام خدا میگه که و شاگردان زمانی که این تبدیل رو دیدن و این معجزه رو دیدن، اون موقع خدا جلال خودش رو نشون داد و شاگردان باور کردن. خدای ما، خدا رو شکر تو این سرودها هم سعی کردم سرودهایی انتخاب کنم که عظمت بزرگی خدا رو نشون میده. و همینطور هم خدای ما خدای تبدیل هاست. میتونیم با هم بگیم خدای ما خدای تبدیل هاست؟ یعنی زمانی که میگیم خدای تبدیل هاست، یعنی خدا میتونه منو امروز تبدیل کنه. یا خدا نگاه نمی کنه الان چقدر تو ضعیفی و چقدر تو توانایی داری، بلکه به خودش نگاه می کنه، میگه که من این کارو میتونم انجام بدم. آیا تو واقعا میخوای قلب تو تبدیل بشه؟ آیا یا آمدی اونجا یکم برکت بگیری، یکم خوش بگذره، آخرم بگی که یکم خدا یک لمسی کرده؟ لمس کردن خدا خیلی عالیه، خیلی خوبه و ما هم لذت میبریم، فقط فایده نداره. این لمس کردن بعد از یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت فقط یک خاطره‌ای میمونه. بعد از یک مدت میبینی آخ چقدر خوب بود، سه هفته پیش یا یک سه سال پیش بود یک لمسی کردم. اوکی، این لمس رفته. تبدیل ابدیه. آمین. بگو تبدیل ابدیه. هللویا. هللویا. گود. و همینطور هم که گفتم، خدا اولی معجزه‌ای که کرد آب رو تبدیل به شراب کرد. یعنی یه چیزی هست که شاید اوکی، آب یه چیزی هست که ما احتیاج داریم برای زندگی، فقط شراب نشانه خوشیه، شادیه، یه چیزی هست که اتفاقی میفته. و کار خدا اینه که به هر حال امروز هم کارهایی در زندگی ما انجام بده، مخصوصا که با کلامش میخواد یه طوری چشمای قلب رو باز کنه که بدونیم اصلا کجا هستم، کدوم مسیر میرم، خدا چی میخواد، آیا مسیر من درسته؟ خدا میخواد امروز یکم فوکوس تو یه جایی قرار بدی که خدا از تو چی میخواد بسازه. به این خاطر امروز برای به خودتون نگاه میکنیم، یعنی به خودمون نگاه میکنیم، پر از ضعف میبینیم، خود از درد میبینیم و میگیم که آیا خدا واقعا میتونه از من یک کسی بسازه، یک کسی بگم تبدیل بکنه، یا آیا واقعا زندگی من معنی داره؟ و این مشکل ما واقعا مشکل دروغها یا فکرها یا تجربه‌های تلخی در ما قرار گرفته. و بعضی وقت هم هست که در زندگی من هم اینطور هم هست که بعضی وقت یه زمان خیلی طولانی میشه، تو دعا میکنی اتفاق میاد، دعا میکنی، بعد از یه مدت دیگه یک چیز عادی میشه، میگه آخه چه فایده دیگه، امید من میگذارم کنار دیگه، فایده نداری، اتفاق نخواهد افتاد. و هر زمانی که میگه افتخار نخواهد افتاد، پس مثل اینکه دیگه تسلیم میشی، تسلیم به این فکر دروغ میشی. و زمانی که ما اینو اعلام میکنیم خدای ما خدای تبدیل هاست، و خدا نگاه نمیکنه بگه الان یک سال من کاری نکردم، الان وای الان نمیتونم انجام بدم، بلکه خدا زمانای خودش رو داره. یا ما بعضی وقتا هم تو ابراهیم رو نگاه میکنیم که زندگی ابراهیم رو بگیم که اوکی، ما کتاب رو اینطوری میخونیم و خداوند گفت، بعد از یه مدت میبینیم و خداوند دوباره هدایت کرد، فکر میکنیم الان این بعد از یک هفته این اتفاق افتاد. بعضی وقت اینطوری میخونیم دیگه، فقط نمیدونیم که 20 سال طول کشید بعد از این دوباره خدا صحبت کرد، بعد از این دوباره 10 سال طول کشید دوباره خدا صحبت کرد. و هر موقع خدا صحبت میکنه اتفاقاتی میفته. و امید من برای شما عزیزان و برای من و برای نسرین که هر دوتامون واقعا به شما خدمت میکنیم اینه که واقعا خودمون رو تازه نگه داریم. حتی بعضی وقت هم توی خشکی هم هستیم، بعضی وقت هم ما هم فکر نکنیم که ما از جلال به جلال پرواز میکنیم. زمانهایی هست که واقعا توی بیابون هستیم، صدا هم نمیشنویم، فقط خدا میگه که بعضی وقت، یعنی خدای ما همینطور خدای تبدیل هست، خدا زمانهای خودش رو داره. یه زمانی هست که طول میکشه، چون اونجا فقط با ایمان باید بایستیم، فقط زمانی که خدا انتخاب کرده، آماده کرده، اون موقع صحبت خواهد کرد. و همینطورم برادر عزیز، همینطور که گفتی گوسفندا، عیسی مسیح که همینطور گوسفندا صدای شبان رو خواهند شنید، خودش گارانتی به ما میده.
که در یوحنا انجیل یوحنا باب 10. الان ما فقط باید ببینیم که در کدوم زمانی هست که ما زندگی میکنیم. افرادی که اون زمانی که عیسی مسیح آمد، عیسی مسیح کارهای عظیمی کرد، معجزه هایی کرد، همه کارا رو کرد. بعد از این که این فریسی ها این معجزه ها رو دیدن، آمدن گفتن که آیاتی آسمونی برای ما ظاهر ساز. احمقا، این کاری که از الان خداوند انجام میدن و معجزه میکنه، مرده را زندگی، همه کارا رو انجام، الان میخوای از آسمون یه چیز رو نگاه کن، یه چیز رو ظاهر کنم؟ ببخشید، احمق من گفتم، تو کتاب مقدس ننوشته. منم اینطوری بعضی وقت واقعا خدا اینو نمیگه، فقط من به خودم میگه ای احمق، آگه نمیدونی خداوند این کار رو اینطوری انجام میده. من بعضی وقت هست که منم خودم رو چیز میکنم، محکوم میکنم. و اینجا عیسی مسیح میگه ای ریاکاران، میدانید صورت آسمون را تمیز دهید، اما علامات زمانها را نمیتوانید. علامات زمان را نمیدونید. یعنی عیسی مسیح اینجا میگه که الان کارهایی که خودش عیسی مسیح انجام داد و واقعا دیگه این ثابت میکنه که خدا در مسیح بود، فقط دایما در این حال یه چیزایی هست، یعنی یه چیزایی به ما نشون بده. بعضی وقت هم هست که اینطوری تو زندگیمون، زندگی خودمون که نگاه کنیم معجزه هست. نه؟ تو که الان اینجا نشستی معجزه هست که اینجا نشستی. زمانی که عیسی مسیح رو میپرستی معجزه هست. یه زمان میگفتی که عیسی مسیح پیغمبره و اصلا خدا نمیتونه، یا آتئیست بودی. الان که همینجوری آمدی و روح خدا در تو دمیده شده، این معجزه هست. و زمانی که ما در معجزه زندگی میکنی، دوباره میخوایم یه چیزایی ببینیم، یه چیزایی برای ما ثابت بشه. و زمانی که ما یک معجزه‌ای هستیم، پس خدا این روح خودش رو در ما ندمیده فقط ما بتونیم در این دنیا به هر حال زندگی کنیم و صبر کنیم یک روزی ببینیم که میریم توی حیات جاودانی، بلکه به هر حال ما همینطور فرزندان نور که هستیم، چون عیسی مسیح خودش نور این جهانه، ما باید آگاه باشیم که در کدوم زمانی هست که ما زندگی میکنیم. خود عیسی مسیح به فریسی‌ها گفته که این کارهایی که انجام میدین، یا میبینی که مثلا الان شب مثلا ابری نیست بلکه مثلا چیز آسمون مثلا قرمز، پس میدونی که فردا چیز هواش بهتر میشه، خوب میشه. و میگه که این چیزها رو که نگاه میکنیم و به این علامات نگاه میکنین، فقط نگاه نمیکنین در از طریق روح در کدوم زمان ما زندگی میکنیم. الان 2000 سال گذشته، ما میدونیم تو کتاب مقدس هم اونجا پولس هم میگه، همینطورم پتروس هم میگه الان زمان آخر است. فکر میکنین الان مثل اینکه 2 هفته 3 هفته بعد عیسی مسیح میاد، فقط الان 2000 سال طول کشید. بعضی وقت هم هست که شاید اینطوری میگیم که خب 2000 سال پیش اینجا گفتن، هنوزم اینجا آمدن عیسی مسیح هنوز خیلی دور شده هست، یعنی هنوز خیلی شاید طول بکشه. اگر ما این زمانهای درست رو تشخیص ندیم، یه مشکلی خواهیم داشت و میتونیم یک مشکلی داشته باشیم که زمانی که عیسی مسیح خودش میگه که یک روزی که باز خواهد گشت، گفته مثل یک دزد خواهم آمد. یادتون هست؟ منظور این نیست که عیسی مسیح دزده، بعد تقریبا اینطوری نشون میده که مثل دزد، یعنی ما آمادگی نداریم یهو میاد اینجا دیگه. چیزایی که ما برای خودمون زندگی نگه داشتیم، همه چی به هر حال دزدیده میشه. و اینجا در دوم تیموتئوس باب 3:1-9 فقط همه قسمت ها رو نمیخونیم. اینجا در مورد این پتروس پولس که صحبت میکنه، دومین تیموتئوس که ما میخونیم، دومین تیموتئوس رساله آخری که هست پولس نوشته، آخرین این تمام این رساله هایی که نگاه میکنیم که پولس نوشته، آخرینش دوم تیموتئوسه. بعد از این دیگه رساله ای که نمیشه بشه، بعد از این دیگه شهید میشه توی روم ایتالیا. و اینجا الان
این مکاشفه‌هایی که خود پولس هم گرفته اینا الان به تیموتیوس می‌نویسه و اینجا نصری می‌خونه. این در مورد زمان آخر صحبت می‌کنه. اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد. مردمان خودپرست، پول دوست، لافزن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک، بی‌عاطفه، بی‌گذشت، غیبت‌گو، بی‌بندوبار، وحشی، دشمن نیکویی، خیانتکار، عجول و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. یا اینجا الان خود پولس توضیح میده در این زمان آخر وضع دنیا چطور خواهد بود. الان نگاه میکنیم، منظور نیست که 2000 سال پیش همه چی عالی بود، فقط این روز به روز که ببینیم که کار شیطان اینه که این دنیا رو نابود کنه و این جنگ هایی که به وجود آمده و این چیزهایی که در زندگی ما اتفاق افتاده، مثل اینکه این شرارت در انسان بیشتر و بیشتر خودش ظاهر میکنه. یا یه زمانی بود که حداقل یه خانواده‌ای بزرگ وجود داشت، اینجا همه چی به هم ریخته، مثلا تو آلمان. و اینجا نگاه میکنیم میگیم خیلی چیزایی هست که میگه که، و آخرین قسمتی که میگه لذت رو بیش از خدا دوست خواهند داشت. حالا ما برحال از ایران میایم، از افغانستان میایم، به هر حال یه قسمتی خدا ترسی در ما هست، یه قسمتی هست که ما میگیم که یا خدا هست. تو اروپا اصلا میتونم بگم تقریبا 60-70 درصد دیگه باور نمی کنن به شیطان و همینطورم به خدا هم باور نمی کنن. میگن که این افسانه هایش چیزایی هست که نوشته که برحال افرادی که بدون امید زندگی میکنن شاید از طریق اونا بتونن زندگی کنم و امید داشته باشم. و زمانی که نگاه میکنم میبینیم که چقدر توی این سالهاست که سالهای 20 سال 30 ساله که چقدر این قسمت خودکشی چی میگن؟ چی؟ آمار خودکشی زیادتر شده. تمام این پزشکای روان شناسا مرتبشون پر شده، افرادی دنبال سوال میگردن برای جوابی برای سوالهای خودشون. کسی اصلا نمیدونه چرا زندگی میکنه، هدفش نمیدونه چیه. ما در یک دنیا زندگی میکنیم، بچه هامون بزرگ میشن، از ما چیزایی که میبینن یاد میگیرن و طبق این سیستمی که الان این دنیا هست زندگی میکنیم و این روز به روز حتی بدتر میشه. و ما هم برحال در این قسمت در اینجا قرار گرفتیم و انجیل مسیح رو ما اینجا موعظه میکنیم. چیز خیلی عالیه، خیلی مهمی هست و این ماموریت بزرگی هست که خداوند به ما بخشیده. برید به تمام دنیا انجیل رو بشارت بدین. یا این چیزایی هست که ماموریت بزرگ ماست که ما باید انجام بدیم. فقط دنیا هم برحال این چیزایی هست که احتیاج دارن بشنون. فقط یه چیزی که دنیا دنبالش میدونی چیه؟ یه قدرتی هست که زندگیشون واقعا دگرگون میکنه. یه کلیسایی هستن که افراد میان تو و خدا رو اونجا میبینن، نه فقط توی کلیسا بلکه بیرون از کلیسا. کلیسا فقط یک جامعه کوچیک است. ما اینجا جمع میشیم یاد میگیریم چطور زندگی کردنه. هدفمون، دیدمون، همه چی رو باید در اینجاست که ما عوض میکنیم. جلسه خانگی میذاریم که واقعا ببینیم که چه استعدادهایی، چه عطاهایی خداوند به ما بخشیده که بتونیم استفاده کنیم، که بریم بیرون و اونجا شروع کنیم نه فقط انجیل رو بشارت بدیم، بلکه قدرت خدا رو، عظمت خدا رو اونجا نشون بدیم با نشانه ها، با معجزه ها. این ماموریتی است که خدا به ما بخشیده. در مرقس هم گفته که و برین اونجا و انجیل رو بشارت بدین و این آیت رویش برای شما خواهد آمد و اونجا دستگذاری میکنین و افراد شفا میگیرن و هم دیوا اخراج میشن. و این چیز قدرت روح القدسه که باید از ما دیده بشه. ما دیروز هم رفته بودیم تو یک چیز بود، کار بشارتی بود که تو هانزپلاتس مکانی هست که همونطور پشت شتایندم که میشناسین، که ایران، افغانستان، ترک، اون
تمام مغازه‌هایی که اونجا هستن پشتش اونجا پر از فاحشه ها، پر از افرادی که هستن. واقعا دیروزم افرادی که اونجا بودن می‌بینن که واقعا اونجا افتادن الان هیچ بدون امید، تک تنها. ما بعضی وقت با چند نفر اینجا صحبت کردیم اصلا هیچ اطلاعی نه، در واقعا در ظلمت زندگی میکنن و اینجاست که اینطوری احساس میکنم که در این زمان آخر این چیزایی که الان ما اینجا خوندیم، فقط قدرت خدا باید بیاد همه چی رو مثل بمب بترکونه و نور رو منتقل کنه. ما به این خاطر ما باید خودمون رو آماده کنیم در این زمان آخر که خداوند چه کارهایی میخواد انجام بده، نه خودش انجام بده، به وسیله کلیسا، به وسیله تو یا و وعده هایی که خداوند داده در یوئل باب 3. مثلا کلن اگه کتاب یوئل رو میخونیم خیلی وعده هایی که اونجا گذاشته شده و اینجا میگه که و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت، که اینو میبینیم که در پنتیکاست اتفاق افته، و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پدران شما و پیران شما و جوانای شما رویاهایی خواهند دید، و در آن آیم روح خود را بر غلامان و کنیزه ها نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمون و زرزمین ظاهر خواهم ساخت. این چیزایی بود که اتفاق افتاده زمانی که روح القدس در پنتیکاست آمد، و تو این چند مدت هم میبینیم که نشانه هایی که اینجا خون نشانه همون این چیزه، این ماهی قرمز بود، چی میگن؟ چی میگن؟ قوت موند، ماه قرمز، که خداوند این وعده هایی داد در این زمان آخر که میبینی که میگه که ماه به قرمز مثل خون تبدیل، یعنی اینجا نشونه خواهد داد. توی این دو سال سه سال چند بار اتفاق افتاد، این نشانه هایی که از آسمون خداوند به ما میبخشه. و اونجا در باب 2 اینجا میگه و باران اول و آخر رو در وقت برای شما بارانیده هست، یعنی باران اول داریم و باران آخر. باران اول در پنتیکاست اتفاق افتاد، باران آخر یعنی یک بارانی هست، باران روح القدس که خواهد آمد روی کلیسا، فقط نه روی تمام دنیا، اینجا خواهند آمد و اونجا یک حرکت خیلی بزرگی اتفاق خواهد افتاد. در باران اول میبینیم که تو اورشلیم روی 120 نفر اینجا آمد و چطور این کلام خدا پخش شد، چطور کلیسا اصلا به وجود آمد. در این باران آخر یک کارای عظیمی خواهد بود و میگه که باران آخر خیلی عظیمتر خواهد بود از این باران اول. به این خاطر ما باید باور کنیم به وعده هایی که خداوند به ما بخشیده و خودمون رو آماده کنیم. من زمانی که فکر کردم که گفتم که ما سالها ما در برای بیداری فکر میکردیم، دعا میکردیم، روزه میگرفتیم، و زمانی که در سال 2015 یهو مرزها باز شدن و این جمعیت 1 میلیون نفر پناهنده ها آمدن آلمان و مخصوصا کلیسای ما آلفا اومگا فارس زبان، دیگه همه ریختن توی کلیسای ما و ما آماده نبودیم برای این کار. ما شاید 20-25-30 نفر خادم داشتیم. جلسه حق جویان بیشتر از الان این تعداد بودن. حق جویان، الان حق جویان مثلا ما 15-20-30 نفر هستیم. جلسه حق جویان توی کلیسای ایلیم تقریبا 200 نفر اونجا شرکت کردن. تمام 15-20 نفر ما اونجا خادم بودیم، فقط در حال کار کردن بودیم، آماده نبودیم که این موج رو درست هدایت کنیم. خیلی هستن که از این کلیسا رفتن، برای خدا رو شکر افرادی هم رفتن توی کلیسای آلمانی زبان، یا فقط آماده نبودیم برای این. و الان مخصوصا در این زمانی که ما زندگی میکنیم باید خودمون رو آماده کنیم و خدا بر حال میخواد از تک تک ما، نه فقط ایماندارای خوب، نه کارگران، دنبال خدا کارگر نیست. خدا اول دنبال چیه؟ دنبال فرزنده. درسته؟
دوباره خدا دوباره کارگر نیست، میگه که الان میخوام تو رو استخدام کنم، بیا بیا شما من کار کن. نه، خدا اول دنبال فرزنده و دوم دنبال قهرمان است. بگین قهرمان. خدا دنبال قهرمان است. امروز هم آخرین سرود به این خاطر اینو انتخاب کردم که دنیا دنبال قهرمانه، دنبال یک کسی هست که واقعا بتونه تکیه کنه، یک کسی بگه که دنبالش بره. ما الان این قهرمان رو داریم که دنبالش درست نمیریم. هللویا، پادشاه عالی. بعد از این میگیم که ما دنبال کارهای خودمون باید باشیم. منظور این نیست کار نکنیم، من باید کار کنیم، ما باید به حال خانواده داریم، باید خانواده رو نسلی کنیم. همه چی فقط ربط داره به قلب ما. خدا میخواد قلب ما رو تبدیل کنه. آمین. خدا میخواد از قلب ما یک قهرمانی بسازه. و خدا یه چیزی، زیبایی خدا اینه که لذت میبرم از خدا. خدا میگه که یه چیزی که نیست، از یه چیزی که نیست یه چیزی میسازم که باشه و پرر جلال باشه. به این خاطر زمانی که به خودت نگاه میکنی میبینی که من نیستم، پس شانس تو بزرگه که یه چیزی بشی. اگه میگی که من ایمان من درست، من همه چی رو خوب بلدم، من میتونم، متاسفم همونطور خواهی موند. و از زمانی که اینجا نشستی و میدونم 80% که اینجا نشستی همه میگی به درد نمیخورم، آخه خدا چه کار میکنم، من کی هستم؟ همینه که امروز میخواییم این دروغ رو بشکنیم که بگیم خداوند میتونه. به این خاطر گفتم خدای قادر متعال اینجاست، خدای قادر مطلق و خدای تبدیل کننده ها اینجاست. خودتون گفتیم، خودتون گفتیم. اگه خدای تبدیل کننده اینجاست، پس خدا میتونه از تو که پر از ضعف و درد و نگران چیزایی هستی قهرمانی بسازی. یه چیزی هست که درون قلب تو اتفاق میفته و خدا تو رو بلند خواهد کرد. به این خاطر خدا هم، پولس هم به تیموتیوس که اینجا صحبت میکنه میگه که هیچ کسی جوانی تو رو حقیر نشمارد. نگاه نکن که چقدر جوان هستی، ای تینیجرا، 16 15 سال، 17 سال هستی، نگاه نکنین. خدا مخصوصا از این 15 16 17 18 سالگان شروع میکنه چیز کردن. همین کاری است که دنیا انجام میده. دنیا دنبال نوجوانانه. این قلب نوجوانان رو گیر آورد با این شهوت های این دنیا، این چیزایی که الان قبل از این خوندیم، دیگه تو رو داره. دیگه فقط توتیواری دو زندگی میکنی، نمیدی برای چی زندگی میکنی، کجا میری؟ دنبال عشق. بعد از این قلب شکست میشه، دوباره به مرور یه جای دیگه، از اونجا دیگه از یه شکست به یه شکست به یه شکست به یه شکست، آخرش هم ناامید میشی. و اینجاست که خداوند میگه که نگاه نکن. حتی پیران، خدا میتونه از پیران، کسانی که الان مثل من از 60 بالا هستن، یا منظور این من نیست که پیرم، میگم که پیران یعنی کسانی که از 60 بالاتر هستن، هنوز نسلین هنوز جوانه، زیر 60. جوانان قدیمی. اوکی، مرسی. نگاه نکن عزیزم، واقعا اینو به شما میگم. بعضی وقتا منم میگم خدا من 67 سال دیگه یواش یواش، نمیخوام بگم الان برم چیز قنته میشه، باز نشستگی، یا این در خدا اصلا وجود نداره. دیروز توی کنفرانسی بودیم، قینات بونکه، نمیدونم میشناسی یا نه، اونجا بودیم، قینات بونکه، و اونجا خودش هم تقریبا 80 ساله. عزیزان 40 سال خدمت میکنه به وسیله این برادر. چند چی فکر میکنی چند نفر ایمان آوردن؟ نه کسانی که میدونن نگن. یک برادر آلمانی هست، رفته بیبل شوله و بعد از این آمده میخواد خدا رو خدمت کنه. 40 سال خدمت کرد. دیروز دیگه این چیز رو، این اقتدار رو بخشیده به یه کسی دیگه. یعنی دیروز این کار رو نکرد، من سالها پیش کرد. 40 سال خدمت کرده در آفریقا. 78 میلیون نفر نجات پیدا کردن. 78 میلیون نفر نجات پیدا کردن. الان نگاه کنید که این نجات رو
کردن، یعنی نجات پیدا کردن، افرادی بودن که وارد کلیسا شدن و شروع کردن به شاگردسازی، نه اینطوری ایماندارهای چیز معمولی. سیاه لشکر میگن، چی میگن؟ الان نگاه کنین، 78 میلیون نفر که هستن، از طریق ایشان چند نفر ایمان آوردن؟ الان اینو نگاه میکنین، حداقل 300 میلیون نفر به وسیله یک مرد ایمان آوردن. منظور من این نیست که تو بری الان میلیون ها رو نجات بدی، منظور این نیست که ما باید همینطور خودش رو سپرده بود که خدا من میگم که زندگی خودم رو، خودش آلمانیه، گفتم من قلب دارم برم آفریقا و میخوام اونجا به آفریقایی خدمت کنم. این تمام آفریقایی که الان تو آلمان هستن، کلیسای ساختن، خیلی هستن که از طریق این نجات پیدا کردن آمدن اینجا. یعنی فقط میخوام بگم که از یک نفر خدا دنیا رو دگرگون میکنه. واقعا جالبه، خدا به این خاطر میگم خدای عجیب. و دیروز هم تو این کنفرانس هم بودیم، خودش هم همینطور که موعظه کرد گفته الان میخوام این روح رو منتقل کنم به همه، چون همه ما قهرمانایی باید باشیم، برای این خوانده شدیم. یه کسی هست که به هر حال قهرمانی هست در یه جای مخصوص. الان احتیاج نیست، میگم احتیاج نیست، خدا از من انتظار نداره الان میلیون ها ایمان بیارن، یا فقط انتظار داره اون جایی که من هستم، از اون جایی که من رو قرار داره واقعا مثل قهرمان زندگی کنم، که از هر موشی و چیزی میاد نترسم بکشم کنار، بلکه بدونم که خدای من زنده هست، روی تخت نشسته و حکومت میکنه، تمام قدرت و قوت در آسمون در زمین به او داده شده بود، من متعلق به او هستم، من رابطه دارم، از اونجا قدرت میگیرم، فیض میگیرم که بتونم این قدرت رو جاری کنم. چیزی که خدا میخواد نه فقط ایمانه، بلکه بیشتر در این زمان آخر خودمون رو آماده کنیم که این آتش، این قدرت از ما قهرمانای بسازه، نه روح القدس بیاد عالی، وقت عالی برای خودم داشته باشم، بلکه از من قهرمانی بسازه. امروز آخرم که میخوایم دعا کنیم، میخوام واقعا تفتیش کنین قلبتون دنبال چی هستین. میخواین زندگی عالی در این دنیا داشته باشین، باشه، یا میخواین خدا از تو یه قهرمانی بسازه؟ این کار اوز، کار تو نیست. این قنات بولکه فقط گفته که از من استفاده، من میخوام برم آفریقا، آفریقا احتیاج به نجات داره. و خدا این کار رو در او انجام داد، و به این خاطر خدا الان دنبال این قلب هایی هست که واقعا میگن که خدا من حاضر هستم، من حاضر هستم. از این قسمت های اولی که اونجا بود، فولی اول بیار علی رضا، تمرکزت فقط اینجا باشه، اول که از این چیزایی که هست کم و پیش در ما هست، یا مثلا قسمت آخر که تقریبا میشه گفت این ریشه اون بالایی هست، یا کسی که لذت دنیا دنبال این چیزایی هست که وابسته شده به اون دنیا. به این خاطر این تمام چیزایی که اونجا خودپرستی و پول دوستی و لافزن و متکبر و خیلی چیزهایی هستن، ناسپاس، ناپاکی و بیگذشت، غیبتگو، این تمام چیزهایی به وجود میاد چون ما اونجا لذت رو، دنیا رو بیشتر دوست داریم از خدا. هیچ موقع نمیتونه یک کسی که عاشق خدا هست بتونه مورد این چیزهایی بشه، این وجدانش نمیذاره. من یک چیز کوچیکی میکنم، یک اشتباهی کوچیک میکنم، دیگه سوخته میشم، نمیتونم تحمل کنم. و یه کسی که واقعا دیگه دنیا رو دوست داره، این وارد این گناه ها میشه، خودش هم متوجه نیست، هر چقدر اونجا وجدانش میگه ای درست نیست، فقط خفش میکنی چون دوستش داری. به این خاطر خدا میخواد در این زمان آخر واقعا خودمون رو آماده کنه برای این که نه فقط برکت بگیری، بلکه از تو قهرمانی بسازیم. و اینجاست که تقریبا مثل میشه گفت مقایسه کرد با یک تیم فوتبال یا تیم باسکتبال، یا یک مربی هست که این بازیکننده ها رو آماده میکنه، یا
و یک مربی چیز که واقعا تاکتیکش رو میدونه، استراتژی رو میدونه و همینطور هم چیزشو نه دشمن چی میگن حریفش رو میدونه، نگاه میکنه و به حریفش نگاه میکنه کجاست که مثلا میتونه اونجا خوب یا خطری باشه، همه چی رو برا نگاه میکنه. بعد از این یک مربی واقعی یا واقعی یعنی یک کسی که واقعا حکمته، این بازی کننده هایی که داره، نه بازی کننده میگم که همه چی باید همه پرفکت باشن، چقدر همه جایگاه خودشون دارن و همینطور چقدر متحد برای یک هدف زندگی میکنن. و همینطور هم بازی کننده هست که مربی میگه که مثلا دو سه تاش هست که من آخر مثلا 5 دقیقه قبل از یا 10 دقیقه قبل از این چیز من این رو میارم. و معمولا تو باسکتبال اینطوریه که مربی ها بهترینش آخر میارن، بهترینش آخر میارن. و بعضی وقت هست که تو باسکتبال میبینی، با فوتبال نیست، بعضی وقت میبینی که یهو مثلا 10 دقیقه قبل از میگن تایم آوت، یعنی میشه یه پازه 2 دقیقه، اینو دوباره برمیگردونه، بگه استراتژی ها رو عوض میکنه، بگه اینطوری دوباره میفرسته. بعد از این میبینه که کدوم بازیکن باید الان بفرسته. نه بعضی بازیکنایی هستن که اونجا فقط رزرو هستن، اونجا چی بود اسمش؟ یه جایی من نوشتم نیمکت بازیکن ذخیره، بازیکنای ذخیره هستن که اونجا نشست، درست گفتم؟ یا اونجا نشستن، اونا فقط برای زمانی که مثال میگم یه چیزی باشه، اون که باشه تو برو بازی کن. یا الان کلیسامون هم بعضی وقت یعنی اکثریت بازیکنای ذخیره هستن، اینجا نشستن یا میرن. فقط خدا میخواد از این حتی بازیکنان ذخیره هم قهرمان بسازه. یا که خداوند میگه که ببین الان زمان آخره، دنبال چی هستی؟ الان به شما بگم واقعا اگه خدا بیاد بگه که یک سال زمان داری که من برمیگردم، زندگی تو چطور خواهی کرد؟ همینطور ادامه خواهی داد؟ چه کاری خواهی کرد؟ بعد از یک سال عیسی مسیح میاد، چه کاری میکنی؟ اگه میگی که زندگی من باید عوض کنم، پس مشخص میشه زندگی تو الان درست نیست. من زندگی من عوض نمیتونم بکنم، یعنی زندگی من اینه. الان نمیگم الان باید بیشتر دعا کنم، الان بیشتر باید این کار رو بکنم، من سعی میکنم همین فیضی که برات دریافتم هر روز در اون زندگی کنم. اگه میگی که من باید زندگی من عوض کنم، پس متوجه میشی که یه اشکالی داری تو، پس یه جایی قرار گرفتی که اینجاست. به این خاطر این ثمرای این چیز هم در زندگی تو هم دیده میشه. آزادم نمیشی، بدبختی ما اینه، آزاد نمیشی بالا. اگه عیسی مسیح میاد دوباره آزاد میکنه، چون دوباره دنیا دوستی دوباره این تمام چیزها رو خصوصیت ها دوباره میاره. بعد از یه مدت میبینی که دوباره غیبت میکنی، مثلا دوباره این روش ها در تو به وجود آمده. به این خاطر همینطور که خدا آب رو آمد تبدیل کرد به شراب، یعنی یه چیزی رو تازه آورد، الان خدا میخواد اینطوری بگه مثل یه تیم فوتبال هستیم یا تیم چیز هستیم. خدا میگه که در این زمان آخر من میخوام بهترینا رو بیارم در این دنیا. متوجه هستین؟ خدا میخواد از ما، از تک تک ما قهرمانی بسازه. این کار مال خودش، مال من نیست، مال تو هم نیست. خدا فقط تنها میگه که آیا واقعا آلبرت میخوای یا نه. من آخه در این دنیا چی دارم؟ لذت من همه چی رو گذروندم، چیه؟ کجاست لذت؟ فقط میدونم واقعا به شما بگم لذت من فقط و فقط، نمیخوام الان روحانیش اینطوری کنم، لذت من فقط چسبیدن با مسیحه. از اونجا همه چی تغذیه میشه. به این خاطر درد میکشم زمانی که میبینم یه زمانی هست که اصلا هیچ احساسی، هیچ چیزی ندارم از خداوند.
و میگم که تمام دنیا رو عیسی مسیح به من بدی، من تو رو میخوام، لذت با تو چسبیدن این جان من آروم میگیره. تمام دنیا رو به من بده فایده نداره، جان من دنبال این چیز نیست. اینجاست که خودمون باید تفتیش کنیم. الان فقط برو خونه نگاه کن، یک سال بعد عیسی مسیح میاد، چطور میخوای زندگی کنی؟ آیا واقعا میخوای این یک سال رو سرمایه گذاری برای خدا، نه برای چیزی که الان من سرمایه گذاری کنم، الان اینجا هیچ لذتی ندارم از زندگی؟ نه، زمانی که سرمایه گذاری میکنی، اون موقع خدا از تو، یعنی امکان رو میدی از تو یه قهرمانی بسازی. الان که تو اینجا هستی و خودت رو میسپاری، خدا میبره تو رو به جای اعلی، یعنی بلندتر. زمانی که سرسپردگی میکنیم، کار شیطان اینه میگه که آها دیگه زندگی نمیکنی، آدم بدبخت و بیچاره هستی. فقط نمیدونیم که زمانی که خودمون رو سپردیم به خدا، خداست که ما رو بلند میکنه، یک مردی میکنه، یک زنی میکنه، با اقتدار زندگی میکنی. حرف تو حرفی هست که افراد نجات میدن، شفا میدن، بنا میکنن، بلند میکنن، دستگذاری میکنی، افراد از دیوها، نیروهای تاریکی آزاد میشن. افرادی که با ظلمت میان، دستتو میذاری، کلام رو میگی، مثل نور بر میگردن. این چیزایی هست که دنیا احتیاج داره. آلمان یک کشوری هست که بی خداست، و به این خاطر ویزیون کلیسای آلفا اومگا این بود که از خدا از ما قهرمانایی بسازی که ما که مسلمون بودیم، در ظلمت بودیم، الان بریم آلمان رو بیدار کنیم، بگیم که ای آلمانیا، خدا تو رو دوست داره. خدا نیست، به تو ثابت میکنم با قدرت خود، نه با حرفمون، با اقتداری که ما داریم. این چیزایی هست که دنیا میخواد ببینه. اونقدر زیاد فرقه هایی هستن که آلمان خسته شد از این فرقه ها. اونقدر زیاد این توی کوچه ها اونجا چیز کردن، اونجا تراکتات هایی چیز میکنن، پخش میکنن. اونقدر آلمانی ها گرفتن، دیگه ما هم بریم اونجا بدیم، همینطور پاره میکنن میندازن. چون اونقدر تجربه هایی دارن، تجربه های تلخی دارن، میخواد گوش نمیکنن. اقتدار، قهرمانی که اونجا میسته، یک زنی، یک مردی اونجا میسته و صحبت میکنه. به این خاطر خدا در این زمان آخر عزیزان دنبال قهرمانایی هست، یعنی دنبال افرادی هستن که خودشون سپردن، میگن خدا من میخوام واقعا هر چیزی که من دارم، چیزایی که به دست آوردم تشکر میکنم، نجات رو به دست برم. الان کار خدا رو شکر خیلی هستن که اقامت رو گرفتین، خدا رو شکر، ما هم دعا کردیم. خیلی هستن که زبان آلمانی رو یاد میگیرن، باید هم اینجا یاد بگیرن. مطمئن باشین زمانی که خودتون سپردین به خدا، من از قهرمانی ساخته میشه، خدا هم این فیض رو میبخشه که زبان آلمانی هم خوب یاد بگیری. من وقت ندارم یک شنبه بیام کلیسا، چرا زبان باید یاد بگیرم؟ ای بابا بیا پیش خداوند قدرت بگیر که زبان رو درست صحبت کنی. آخه چطور میتونه یک کسی دو ساعت یک شنبه نیاد کلیسا به خاطر زبان؟ پس چه خدایی میپرستی؟ بیا احترام بذار به اون خدا، بگی خداوند من باید زبان یاد بگیرم، تو مهمتر از همه چی هستی، شکرت میکنم، مرسی خداوند به من حکمت رو بدی، توانایی رو بدی، همه چی رو خواهی داد، موفق خواهد شد. زمانی که برمیگردی اونجا میشینی، اونجا میخوای امتحان رو میدی، روح القدس به تو همه چی رو میگه، شروع میکنی به چیز کردن. این خدای ماست. خدا میگه من موهای تو رو شمردم، درسته؟ موهای سر تو رو شمردم. خدا از همه چی اطلاع داره، نگران نباش. بیا خدا رو احترام بذار، خدا رو بسپر به خداوند. افرادی هستن که واقعا اینجا آمدن، خدا فیضی و خیلی فیض بخشیده، الان خونه هم دارن و کارم دارن. تا کی میخوای زندگی تو رو همینطور توتیواری زندگی کنی؟ برخیز و درخشان شو، زیرا نور خداوند آمده و جلال خداوند در تو طلوع خواهد کرد. این چیزا وعده هایی که از خداوند به ما بخشیده. به این خاطر خدا دنبال افرادی هستن که امروزم، نه فقط اینکه میگه باشه که من امتحان میکنم، نه، خدا این قلبایتون رو، زمانی که میخوایم بریم جلو آخرام میخوایم دعا کنیم، یا دعوت میکنم، زمانی که تو میای میگی خداوند واقعا
به یه نتیجه برسم، یا هم اونجا بشیم برو تو خونه، نیا جلو، برو تو خونه واقعا فکر کن، باید به یه نتیجه گیری کنی، باید به یه جایی ببری که با تمام روح و نفس و بدنت، با تمام فکرت، احساست، ارادت به یک نتیجه برسی. گوش میکنی؟ فکرتو میگه بله، قلبتو میگه نه، یا قلبتو میگه بله، فکرتو میگه نه. اینطوری خدا نمیشنوه. فرزمانی که میری به یه نتیجه گیری میکنی، بگی اوکی میخوام نمیخوام، الان اگه بخوام پس باید اینو، مثال میگم الان این تو این گناه باید بگذارم کنار، مثلا اینجا باید وقت رو بذارم برای این چیزا، مثلا این کار رو باید بکنم، این میشه نتیجه گیری. نتیجه گیری همه چی رو میسازی، مینویسی، آماده میکنی، فکر میکنی، بعد از این میگی که اوکی من میخوام. تقریبا مثل ازدواج رو با فقط قلبتو نمی کنی، بلکه با فکرت هم می کنی. درسته یا نه؟ ازدواج با فکرت هم نمی کنی، بلکه با قلبت هم می کنی. آخر باید به تصمیم برسی که میگم من میخوام الان این عهد رو با تو ببندم. درسته یا نه؟ نمیگی باشه که نسل جا بیا یک امتحانی کنیم، ازدواج کنیم، امتحان کنیم ببینیم میشه یا نه. آیا اینجا محبته؟ محبت نیست، چون هنوز فکر میکنی ها شاید هم خوب بشه، شاید هم بد بشه. و زمانی که با عیسی مسیح این خدایی جلوی میاریم و باید اون که فکرای ما رو میخونه، نمیتونیم دروغ بگیم، بلکه واقعا نگاه میکنیم میگیم خداوند الان تو میتونی جای مرد معمولی باشه، زن معمولی باشه، یه میتونی دانشمندی باشه، میتونی همینطور هر چیزی میتونه باشی. خدا میخواد از تو یه قهرمانی بسازه، خدا میخواد به وسیله تو دنیا رو دگرگون کنه. خدا همینطور موسی رو، از موسی استفاده کن، این تمام داستانهای عتیق رو میبینی، موسی بود، داوود بود، نمیدونم ساموئل بود و استر بود و دانیل بود و این تمام تاریخ کلیسا، تمام تاریخ عهد عتیق در دست خدا بود و خداوند در زمانه خودش افراد رو برمیخیزید، این قهرمان رو برمیخیزید، پر از اشتباه، پر از خرابکاری. ابراهیم دروغ میگفت، گوشم نمیکرد، اطاعتم نمیکرد، فقط قلبی داشت و خداوند چطور هدایت کرد. داوود هم که آخر میبینیم که چه وارده چه گناهی شد که مزمور 51 رو نوشت. فقط خدا به هر حال کار خودش، قهرمان خودش رو انتخاب میکنه و بلند میکنه. به این خاطر توی وسوسه ها میفتیم، توی چیزایی میفتیم. فقط اینجاست که باید بدونین عزیزان، حتی تو وسوسه بیفتن، حتی توی مشکلات بیفتن، حتی شکست بخورین، قلبتون اگه میخوای دائما میگی قهرمان بساز خداوند، من اعتماد به تو دارم، تو این کارو میکنی، خدا کار خودش انجام میده. و باید توی شکست ها هم بریم، باید واقعا این غرور ما باید و این شکست بخوره که واقعا بدونیم آخر قهرمانی که شدیم، بدونیم که هیچ نقشی در اونجا نداشتم. افراد بیاد دست بزنن به تو، قهرمان قهرمان، تو اونجا ایستاد تقریبا اینطوری این قهرمانی هستی، میدونی که اگه خدا تو رو از اینجا ول کنه افتادی، اینطوری تو رو نگه داشته، میدونی که فیض خداست. یا هیچ غروری دیگه نمیاد. راینارد بول که واقعا مرد خیلی فروتن، ابرانیان با به 12:1-2 میگه بنابراین چون که ما نیز چنین ابر، میتونین از اینجا بخونیم، بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. آمین. پس اینجا میگه که چون ابر، این در مورد ابر، در مورد ایماندارهایی صحبت میکنه، در عبرانیان باب 11 در مورد قهرمانهای ایمان صحبت میکنه. یا چه قهرمانهایی خدا داشت، چه کارهایی به وسیله او کرده.
از ما نتیجه ای این قهرمانایی هستن گفتن این قهرمان همه کارا رو کردن، به این وعده ها زندگی کردن، به دست نآوردن همه چی برای ما که ما الان به دست آوردیم. یا و اینجا میگه به این خاطر این چیزی داریم، بار هر بار گران و گناه را از ما که ما را سخت که گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان. این میدان نشانه چیه؟ قهرمان شدنه. تو میدان هستیم یا الان اینجا تمرین میکنیم. این بازی کننده که این چیز مربی میذاره اینجا باید هر روز تمرین کنن. یه کسی که تمرین کمی میکنه دیگه میگذاره کنار. یا و میگه پس بران در این میدانی که ما الان هستیم عزیزان، اگه بخوای بدونی اگه واقعا میخوای قهرمانی ساختی بشه، پس باید در این میدان باشین. اگر نه فقط تماشاچی هستی، اینجا کنار نشستی و دست میزنی. به این خاطر یک کسی که درست نمیدوه شروع میکنه قضاوت کردن، این کیه، نمیدونم الان کلاله چیه، الان چی میدونم، آرش را اینطوریه، نمیدونم وحید الان چطور اینطوری صحبت میکنه، تماشاچی، غور، شکایت، درد، انگوش نشون دادن. زمانی که قهرمان دنبال قهرمان هستی، هیچ موقع قهرمان دنبال این نیست که الان چیز کنه، وقتش هم نداره. این خدا خودش باید دائما در این بدن سازی باشه. میبینی که آها عضله من هنوز درست نیست، نگاه میکنه میبینی مال کلاله کلوفتره، میگم باشه زخیم تره. مثال گفتم. اوکی آرش احسان زمیت از این میگم که نه اون مال اونم چیزه، منم مثل او داشته باشم. هیچ متلکی نمیگنم، هیچ چیزی هم نمیگم که مثلا احسان بیفته، یا چون میدونم افتادن احسان به ضرر من تمام میشه. یا بازیکن هستیم همه، یا یه کسی که مریض میشه میفته، یا یه کسی که نمیتونه تمام تیم درد میکشه. به این خاطر میگه که پس با صبر در آن میدانی که پیش روی ماست مقرر شده است، و اونجا مقایسه میکنه به عیسی مسیح. خود عیسی مسیح هم همینطور این راه رو باید میرفت که قهرمان بشه. بلان کجاست؟ روی تخت در دست راست خدا نشسته و اینجاست. این راهی است که ما میریم اونجا، مربی ما عیسی مسیح که ما رو آماده میکنه. به این خاطر در یعقوب باب 1:12 میگه که خوش به حال کسی که متحمل تجربه‌ای شود، زیرا که چون آزموده شود آن تاج حیاتی را که خدا به محبوبان خود را وعده فرموده است خواهد یافت. اینجا پس میبینید که یه تاجی هست به دست میاد. قهرمان تاج میگیره، تماشاچی همینطور که آمد همینطور هم میره خونه. یا کسی هست که میخواد تماشاچی باشه، دستتو بلند کنه. خدا سراغت رو میگیره. یعنی با این چیز گفتی من میخوام قهرمان بشم. و برای من خوش به حال کسی که متحمل تجربه شود، یعنی این تجربه ها باید بشه. فقط اینجاست که اگه قهرمان بشی دیگه توی از این تجربه ها عبور میکنی و میتونی به هر حال ظفرمند بیرون بیای. و اونجاست که یاد میگیریم. و اینجا در دوم تیموتیوس که دوباره گفتیم که آخرین کتابی هست که پولس میگه که الان من الان کار خودم رو انجام دادم، ایمان خودم رو حفظ کردم، الان این ماموریتی که خداوند به من داده، من فکر میکنم ما همه با هم موافق هستیم که بگیم که واقعا پولس یه قهرمانی بود. نه، این تمام رساله هایی که نوشته، تمام این مکاشفه هایی گرفته، یه قهرمان بود که این کارو کرده. بعد از این اینجا میگه که الان برای وقت من الان تمام شد. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه به من فقط، بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست دارند. آمین. پس پولس زمانی که در مورد میدان صبح چی؟ تو میتونی از اول بخونی. به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده ایمان خود را محفوظ داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و
و نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. آمین. سو اینجا قسمت اول من همینطور گفتم سو جنگ ایمان رو خودش رو رفت خود همه کار رو فقط میدونست که الان زمانش رسیده که باید شهید بشه. اونجا شروع نکرد میگه خواهش میکنم دعا کنین این کارو میدم اینطوری اتفاق نیفته، بلکه میدونست الان مأموریتی که خداوند به او داد انجام داد و اونجا آخر دنبال تاج و میگه که نه فقط به من تاج حیات رو و تاج عدالت رو خواهد داد بلکه به و نه به من فقط بلکه به نیز به همه کسانی که ظهور او رو دوست دارند. ظهور او رو دوست دارند منظور این است که اینجا نبشیسی منتظر او باشی، یک کسی که خودش رو آماده کنه منتظر ایست که پادشاهی خدا بیاد. فقط اهرمان ها اینجا هستن که میتونن اینو بکنن. در مکاشفه آخرین آیه هم اینطوری بخونیم، اینجاست که در مورد کلیسای چی صحبت میکنه، کلیسای فیلادلفیا صحبت میکنه و اونجا در مورد این کلیسا که صحبت میکنه که واقعا درست ایستاده بودم و اینجا اشاره میکنه و به زودی میایم، پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو رو بگیرد. پس عیسی مسیح میگه که اولین ها آخر خواهند شد، آخرین ها اول. اینو خداوند گفته نه فقط ترس به وجود بیاد در ما بلکه واقعا جدی بتونیم بیستیم. فکر نکنیم الان 20 سال پیش من ایمان آوردم دیگه اولین هستم، نه، امروز که خداوند میاد در چه حالی هستی، کجا هستی. عیسی مسیح بعد از یک سال بیاد، الان بریم فقط فکر کنین عزیزان، واقعا جدی یک کلام جدی هست که باید ما واقعا اینم جدی بگیریم. یک سال بعد بیاد چطور باید زندگیت رو ادامه بدی؟ و خوبیش اینه که ما احتیاج نیست این پیروزی رو به دست بیاریم. ما باید باور کنیم ما در پیروزی زندگی میکنیم. گوش میکنین؟ تقریبا اینطوری بگم، دو تا تیم هستن که با هم بازی میکنن. مثلا هامبورگ با مونیخ بازی میکنه. تا آخرین لحظه که زمانی که بازی میکنن نمیدونی کی برنده میشه. مثل اینکه 0-0 یا 2-2. هیجان زده هستی نه؟ حالا مثل اینکه طرفدار هامبورگ هست، من طرفدار هامبورگ هستم. متاسفانه. یعنی متاسفانه چه خیلی خرابکاری کردم بیرون اومدن و برحال. هر دفعه هم که نگاه میکنم بازی رو واقعا با هیجان زده نگاه میکنم. یا هیجان زده نگاه میکنم برای تا آخرین لحظه حتی حال گل نگیره یا گل بزنه. زمانی که گل میزنه دیگه خوشحال میشم. بعضی وقت هست که این یک بار خدا با من صحبت کرد، بعضی وقت هست که شده این بازی انجام شده فقط من یک ساعت بعد میتونستم بیام این بازی رو نگاه کنم و چون من میدونستم که چیز نتیجه بازی رو میدونستم، هامبورگ برنده شده، تلویزیون رو که چیز کردم نشستم لذت بردم، گفتم الان بازی رو نگاه میکنم به این نتیجه هامبورگ بازی چیز برنده شده، الان لذت میبرم از این بازی. اونجا نشده بلکه لذت میبرم. عزیزان عیسی مسیح همینه دیگه، ظفر یافته. ما متعلق با خدایی هستیم که پیروزیم. آینده ما پیروزی، تاج ما آماده هست. ما الان فقط با لذت باید، با درد و رنجم هست، زحمتم هست، فقط با این فکر پیروز خواهم شد چون او پیروز شده، در دست راست پدر نشسته. من متعلق به تیمی هستم که برنده هست و من الان از شما میخوام، از شما بپرسم، میخواین تو این تیم مسیح بازی کنین یا نه؟ میخواین همینطور در این پیروزی شرکت کنین یا نه؟ پس باید این شروع کنیم
عضلات‌های روحانی ما رو آماده کنیم، از همه چیزا بگذاریم کنار، همینطور در عبرانیان خوندیم، و خودمون رو آماده کنیم برای آمدن مسیح، که خدا از ما از همین الان شروع کنه قهرمانای بسازی. که از افرادی هستن کم و پیش در این حال، در این راه هستم، من میدونم افرادی هم هستن که فراموش کردن، دوباره دور شدن، و امروز خدا تو رو صدا میکنه. الان خود میشه چشمانو ببندیم و همینطور نگاه کن به زندگی خودت. اول آیا راضی هستی؟ همه چی اوکیه؟ چیزی دیگه نمیخوای؟ یا میگه که نه، آلمانی میگن اسکیپ نو فیل بسرس، یه چیزی بهتری هست هنوز به دست نآوردم. آیا واقعا راضی هستی؟ برای اینه که عیسی مسیح تو رو نجات داده، این خونش رو ریخته، فقط تو زندگیت با نظم و ترتیب فقط بیاد. آیا بیشتر، آیا واقعا باور میکنی با تمام ضعفی که تو داری خدا قادره، میتونه از من، این خدایی که غلبه یافته، این خدایی که قدرت مرگ رو شکنده، این خدایی که اسم شیر یهوداست، میتونه از من قهرمانی بسازه، و من میخوام در تیم پادشاهی عیسی مسیح که او مربی ماست، یا بیشتر روح القدس مربی ماست، ما رو آماده کنه. چیزی که تو باید آماده بشی، در این زمان پنتیکاست ما زندگی میکنیم، خدا میخواد، روح خدا میخواد تو رو آماده کنه برای این آتش روح القدس، این قدرت روح القدس که از تو یه قهرمانی ساخته بشه. و روح خدا منتظر این تصمیمای خودته که آیا واقعا میخوای یا نه. خواهش میکنم نیا جلو اگه هنوز اونجا دو دل هستی. هللویا خداوند. بیا روح قدس. مرسی خداوند که تو مطمئن هستم اینجا حضور داری، تو از قلبهای ما اطلاع داری خداوند، و آمدن تو هم نزدیک شده است، و میلیونان نفر در این دنیا هستن که پیام تو رو نشنیدن، قدرت تو رو ندیدن، تو شهر هامبورگ، آلمان، همه در ظلمت زندگی میکنن، بت‌های خودشون دارن. و خداوند چه فیض عظیمی است که ما ایرانی ها، افغانی ها که تو ظلمت زندگی کردیم آوردی اینجا، من فقط اینجا نجات داد، بلکه میخوای از ما قهرمانایی بسازی. خداوند از یک مردی که تو تمام آفریقا رو دیگرگون کردی، پس ما یه جمعی هستیم که میتونیم، خداوند با این جمع ما میتونیم هامبورگ رو دگرگون کنیم. خداوند فیض ببخش خداوند. و امروز هم تو ما رو صدا میکنی خداوند. من خودم جز این گروه هستم، منم میخوام تو تیم تو هستم، منم میخوام در این قسمت خداوند این عضله های خودم، فکر خودم، قلب خودم رو آماده کنم. دایما در این تازگی بمونیم خداوند. الان دعا میکنم خداوند تو این عزیزانی که اینجا هستن خداوند، تو دست تو بذار خداوند، زمانی که میان جلو خداوند دست تو روی ایشان بیاد خداوند، این مهر تو در اونجا قرار بگیره در این قلب ها، مهر تو،
متحمل به تیم پادشاه پادشاه که بدونن خداوند در قلبشون، در نفسشون برای چه مأموریت بزرگی خوانده شدن. خداوند دعا میکنم خداوند تو خودت این موعظه رو میکنی، خداوند کلام رو صحبت میکنی، تو خودت عملان دست تو بذار و خداوند بلند کنی عزیزانت رو.